بینندگان عزیز بسیار خوشحال هستم که مجددا در آخرین جلسه دروس مربوط به تعالیم بشارت انفرادی یعنی سیزدهمین جلسه در خدمت شما هستم به همه شما عزیزان سلام عرض میکنم و خوشحالم که میتونیم امروز درباره یازدهمین و دوازدهمین این دو تا روش مؤثر دیگر که باقی مانده با شما صحبت کنیم از روش های مؤثر در مورد بشارت انفرادی و سید جان گم شده باشد تا در پایان این دروس همه ما متوجه بشیم که بشارت انفرادی چقدر مهمه و همه ما به این نتیجه رسیده باشیم که از تاثیرات خوب بشارت انفرادی و فواید و اهمیت آن در زندگی خود بهره ببریم و به همین شکل از روش های مؤثری که بشارت انفرادی در بارش صحبت کردیم استفاده کنیم در کنار آن از روش های مخرب آن نیز مراقب باشیم و از اونها اجتناب کنیم در صورت این تعالیم و این صحبت هایی که بنده خدمتون ارز کردم هم کتاب مقدس درباره آن صحبت کرده و هم تجربیات شخصی بنده بوده و تجربیات بسیاری از مبشرینی که به خصوص برای ایرانی های عزیز سالهای طولانی خدمت کردند. یازدهمین نکته در مورد روش مؤثر بشارت انفرادی در این خلاصه میشه که توصیه های ما در هنگام بشارت باید بر اساس کلام خدا باشه یعنی کلام خدا وسیله اصلی در دست شاهد مسیح هست همینطور که شغلایی هستند که وسیله اصلی خودشون رو دارن برای یک شاهد مسیح هم بهترین و مؤثرترین وسیله اصلی کلام خداست در رساله رومیان باب ده آیه 17 میفرماید که ایمانش شنیدن است شنیدن از کلام خدا منظور اینه که کلام خدا مثل بذریه بذر زنده یا تخم زنده که وقتی در قلبی کاشته میشه ثمر آن ایمان هست و اونم ایمان نجات بخش چون کلام خدا هیچ وقت بی سمر بر نمیگرده پس این موضوع به ما این مطلب را میرسونه یا این نتیجه گیری را میکنیم که شاهد مسی باید خودش پر از کلام خدا باشه و دولتمند و مسلط در کلام خدا در رساله کولسیان 3.15 پولس میفرماید کلام مسیح در شما به دولتمندی و کمال حکمت ساکن باشه ما باید کلام خدا را خیلی خوب و بسیار مرتب بخوانیم آن را حفظ کنیم یعنی قسمتهای مهمش رو تفسیر صحیح آن را بدانیم دربارهش خوب تعمق کنیم به خصوص آیات طلایی آن را از بر کنیم با قسمت باب و محل و آیه و در موقع مناسب و به جا آن را به کار ببریم و سوالات مردم را از کلام خدا جواب بدیم و دلایلی که ما میاریم به کلام خدا استناد بکنیم چون از رموز مهم خدمت بشارت مخصوصا بشارت بشارت انفرادی وقتی که پیام ما مملو از حقایق کلام خدا باشه این کلام ما نیست که کار میکنه و نجات میده و اثر میکنه و قوت داره وقتی که از دهان ما کلام خدا بیرون میاد اونه که عمل میکنه پس هیچ وقت سعی نکنیم چیز دیگه ای را در کار بشارت جایگزین کلام خدا بکنیم هیچ وقتم در هیچ شرایطی خود را عاقلتر و فهیمتر از کلام خدا ندونیم و درسوزتر از خدا ندونیم ما کلام خدا را به مردم بدیم کلام کار خودش رو خواهد کرد یک نفر میفرماید که کلام خدا مثل شیری در قفس است قفس رو باز کنیم شیر رو آزاد کنیم شیر شکار خودش رو خواهد کرد میگویند که یکی از دانشمندان ایمان و مخالف مسیحیت میره در یکی از جزایر آدمخورها که شنیده بود که اون جزیره متمدن شده و مردم از آدمخوری و وحشیگری دست برداشتن و میره که تحقیق کنه که چی باعث شده که اون جزیره ای که اینقدر جزو جزایر بربریا و وحشییا بود الان تبدیل به یک جزیره خوب و انسان دوست شده وقتی میره در اون جزیره اولین کسی که باش روبرو میشه یک آدمخور قبلی بوده که داشت کتاب مقدس میخوند و این دانشمند با نظر تمسخر بهش نگاه میکنه میگه این کتاب که دیگه کهنه شده بیا من کتابای جدید بد بدم که مال امروزه اونا رو بنداز دور جوابی که از این آدمخور قبلی میشنوه که آفریقایی بود این بود اولا این آفریقا یک نگاهی به در و و هیکل بلند این انگلیسی میکنه یاد خاطرات گذشته میفته و بعد بهش میگه که برو خدا رو شک کن که وقتی با من روبرو شدی که این کتاب رو دارم میخونم اگه نه الان تو رو خورده بودم مرد حسابی داری به کتابی می میکنی که آدم خور و آدم دوست میکنه آیا کتاب دیگه ای رو میشناسی که اینقدر قدرت داشته باشه که انسان را از این حالت بد به این حالت خوب در بیاره چه قدرتی وجود داره در کلام خدا و بعد بر او را نشون میده سخره هایی که پر از خون بود و همینطور چاله هایی که پر از استخوان های مرده انسان ها بود و تنوری که اونجا این آدم رو میپختن و میخوردن و هم به همه اینا نشون میده و میگه که آیا و کتابت میتونه یه چنین تغییر ایجاد کنه و این دانشمند بی ایمان با همه علم و دانشش در مقابل شهادت و بشارت این فرد ساده کم سواد خاموش میمونه پس لطفاً به قدرت کلام خدا پی ببرید من دوست دارم بعضی از تشبیهات کلام خدا را سری نام ببرم که بدونید قدرت کلام خدا چقدر زیاده کلام خدا به شمشیر روح تشبیه شده در کتاب مقدس که به وسیله آن می شود قلب های مردم را سوراخ سوراخ کرد البته منظور نه این که به شکل بد منظور وارد شد شکافت این قلب ها را و ریشه کن کرد چیزهای بد را همینطور که در مورد این آدم خور ریشه کن شده بود تمام اون چیزهای نادرست و ناپاک همینطور کلام خدا در کتاب ارمیا باب 23 آیه 29 چکش محکم نامیده شده که های سخت یا قلبهای سنگی مردم را خورد میکنه واقعا قدرت کلام خدا بسیار زیاده در همون باب و آیه کلام خدا آتش فروبرنده نامیده شده که اندرون دل مردم را میسوزونه شاگردان مسی وقتی کلام او را شنیدن مخصوصا شاگردان در راه امواس گفتن کلامی که او با ما مطرح کرد دل ما را در اندرون ما سوزاند پولس رسول در این رابطه در رومیان یک شونزده میفرماید من از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد در زبان اصلی یونانی کلمه قوت به دیناموس ترجمه شده که همون دینامیته و پولس رسول میخواد بگه که کلام خدا دینامیت خداست حالت انفجاری داره قوتی که منفجر میکنه درون انسان را و قلب جدیدی به انسان میده و باعث تولد تازه انسان ها میشه پس کلام بی سمر بر نمیگرده زمنان کلام خدا برای مردمی که در تاریکی و ظلمت به سر میبرند در مزمور 119 آیه 105 آمده که کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راهای من نور است پس ما باید کلام خدا را ارائه بدیم کلام خدا را پخش کنیم از کلام خدا صحبت کنیم کلام خدا را باز و روشن کنیم تفسیر صحیح آن را بگیم چون بزرگترین نیاز مردم داشتن کلام خداست پس ایمان دارم که شما با من هم عقیده هستید که در بشارتهای خودتون باید از کلام خدا پر باشید و در رابطه با زندگی مردم و تصمیم گیری های اونها آنها را از کلام خدا ارشاد و هدایت کنید اما دوازدهمین و آخرین روش موثر بشارت انفرادی این است که برای گرفتن نتیجه و مخصوصا نتیجه موثر در بشارت انفرادی ما باید از روح القدس پر باشیم و به قوت روح القدس متکی بشیم روح القدس که روح قوت نامیده میشه برای اینکه این که ای موضوع آخر را خوب بدونید من میخوام چند تا سوال از شما بپرسم چنانچه برق از داخل یک سیمی عبور نکند آیا میتونه روشنایی به اون لامپ بده آیا شاخه ای اگر دارای حیات و نیرویی که درخت میدهد نباشد میتونه سمر بده و یا میوه بیاره اگر سازمان آب آب را از مرکز قطع کند با وجود اینکه لوله کشی و نصب شیرهای مدر در آشپزخانه و حمام حمام را داریم آیا آبی ازش جاری خواهد شد فرض کنیم یک اتومبیل آخرین مدل گرانترین و مجهزترین وسایل مدرن در اونجا کار گذاشته شده و اون در اختیار ما قرار گرفته راننده ماهر و با تجربه ای هم پشت فرمان نشسته این اتومبیل هیچ گونه نقص فنی و مکانیکی را نداره و کمپانی آن بهترین را به ما ارائه داده و سالهای طولانی گارانتی داره ولی اگر این اتومبیل فاقد روغن و بنزین باشه آیا این اتومبیل را خواهد افتاد امروز اگه ما همه چیز داشته باشیم ولی از قدرت و مسح روح القدس پر نباشیم و کم بیاریم مطمئنا هیچ کدوم از وسایل دیگه نمیتونه برای کار خدمت و بشارت موثر باشه تشکیلات قوی برنامه‌ریزی خوب مدیریت در سطح بالا بودجه فراوان ساختمان‌های عظیم و مجلل امکانات مدرن روز تکنولوژی دستگاه های بزرگ پیشرفته به اصطلاح بریز به پاشای خیلی زیاد ما داشته باشیم و حتی نیروی انسانی درجه یک و خبره داشته باشیم ولی اگر قدرت روح القدس ما را تجهیز نکنه ما کم خواهیم آورد چون هیچ چیز دیگری به جز روح القدس نمیتونه این کمبود و خلاه ما را پر کنه اصلا وقتی میگیم پری روح القدس معنیش همینه پری یعنی دولتمندی پوری پوششی است برای تمام خلاها و کمبودهای درونی ما وقتی ما از رول پریم هیچ جای خالی برای نفوذ چیزهای بد و منفی دیگر نداریم پس آنچه که میتونه ما را از خلا بیرون بیاره پری روح خداست جالبه که شاگردان عیسی مسیح با وجود اینکه چندین سال با مسیح بودن یعنی سه سال و نیم تعلیم گرفته بودن معجزات دیده بودن و پس از قیام با مسی روبرو شده بودند قاعدتا دیگه باید برای بشارت آماده شده باشند ولی یک چیز هنوز کم داشتند و اون احتیاج آنها این بود که مسی تاکید کرد شما در اورشلیم منتظر بمانید و از آنجا جدا نشید در حضور خدا باشید در دعا تا به قوت از اعلی راسته بشید و وعده مخصوص پدر را که زندگی تحت کنترل روح القدس هست تجربه کنید و این اتفاق با شکو در روز پنتیکاس به وقوع پیوست و آنها پر از روح القدس شدند و قوت جدید گرفتند تا شاهدان عیسی مسیح بشوند روح القدس با موضوع بشارت رابطه بسیار نزدیکی داره و اصلا همینطور که قبلا هم گفتیم هدف از نزول روح القدس این بوده که شاگردان قوت پیدا کنند تا بتونن شاهدان مسیح در همه جای دنیا باشن من در این فرصت کوتاه باقی مانده میخوام اشاره به روح القدس و بشارت بکنم یعنی رابطه روح القدس با بشارت اولا روح القدس به ما قوت میبخشه که بر تمام موانع بشارت غالب بشه. اونایی که میگن من نمیتونم بشارت بدم چون میترسم خجالت میکشم اعتماد به نفس ندارم تنبلی میاد شک دارم به اینکه بشارت بدم موفق بشم یا نه خودخواهی در خودمون میبینیم و فقط به فکر زندگی روحانی خودمون هستیم و به فکر نجات دیگران نیستیم من به شما مژده میدم اگر شما از روح پر بشید روح القدس به شما قدرت خواهد بخشید که بر تمام این موانع و بندها و بستگی هایی که نمیذاره شما بشارت بدید غالب بشید شما دقت کنید اکثرا شاگردان مسیح قبل از پنتیکاس و پوری روح القدس دارای چه شرایطی بودند از نظر منطقی و انسانی هیچ کدوم از اون شرایط علائم موفقیت و رشد اونها در کار بشارت نمیتونست باشه اکثرا اونو اشخاص تحصیل کرده نبودن حالا غیر از پولوس، اپلوس و بعضی به ندرت اغلب شاگردان دارای تحصیلات عالیه نبودن افراد ثروتمندی نبودن ناطق یا سخنران ماهری نبودن محبوبیت و نفوذ اجتماعی نداشتن قدرت جسمانی ای را نداشتن اصلاً نمیتونستن به دست بگیرن و جمعیت زیادی نبودند. دوازده تا رسول مسیح بودن و چند صد نفر مثلا بعد از قیام میگه بیش از 500 نفر او را زنده دیدن پس تعداد خیلی زیاد نبود افراد گمنام غیر معروف و ماهیگیر بودن اکثرا ولی چه عاملی سبب شد که این عده که از نقطه نظر انسانی اینقدر ضعیف بودن با وجود مشکلات تهدیدها سختیها، جفاها از هیچ چیز نترسند به هیچ وجه از هدف بشارت عقب نشینی نکنند و با عزم راسخ جلو برند و از دادن بشارت متوقف نشند چه چیزی میتونست اونها را خاموش کنه؟ روح القدس اونها را پر کرده بود بارها در کتاب اعمال رسولان عنوان و اصطلاح پری روح القدس آمده کلید بزرگی بود پری روح القدس و مهمترین رمز موفقیت بشارت رسولان در پوری روح القدس نهفته شده بود یک نفر اینطور تشبیه کرده میفرماید مبشری که فاقد پری روح خداست مانند کسیه که بخواد هدف را با کمان بزنه ولی مبشری که پر از روح خداست مانند کسیه که هدف را با تفنگ میزنه که نفوذ آن نفوذ آن گلوله تفنگ منوط به زور بازوی تفنگ چی نیست بلکه منوط به قدرت باروت اسلحه می باشد پس کلام خدا می فرماید انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد و کتاب زکریا چارشیش می گوید نه به قدرت نه به قوت من اضافه کنم نه به حکمت نه به تجربه انسانی نه به عناوین و سمتهایی که ما داریم نه به زور و تلاش بشری بلکه به قوت روح القدس هست که ما میتونیم در کار بشارت و سید جانها موفق بشیم اگه خود را ضعیف و ناتوان میبینید چنانچه از روح القدس پر باشید بر ضعفهای خودتون غالب میشید و میتونید شاهد درجه یک برای جلال نام خدا و شخص مفید و پرثمر برای ملکوت خدا باشید دومین کاری که روح القدس در رابطه با بشارت میکنه اینه که محبت الهی را نسبت به انسانهای گم شده در قلب ما میریزه و ما را پر میکنه از عشق و محبت نسبت به انسانها در حقیقت ما را از هر نوع بیتفاوتی دلسردی بیمیلی بیعتنائی آزاد میکنه در رومیان باب پنج آیه پنج آمده محبت خدا به وسیله روح القدس در قلبهای ما ریخته شده این نوع محبتی که دلهای ما را به دلهای مردم نزدیک میکنه و قلبهای سخت ما را نرم میکنه و محبت صبر و امید به ما برای نجات مردم عطا میکنه و محبت عشقی به ما عطا میکنه که میتونیم هر نوع رنج و زحمت و جفا را به خاطر خدمت به خدا و کار بشارت و سید جانها تحمل کنیم بنابراین اگر شما می که در قسمت ویتامین عشق و محبت نسبت به مردم کم آوردید این کمبود ویتامین عشق را با تغذیه قوی و نیرومند پری روح القدس پر کنید و این خلر را فقط روح القدس میتونه بپوشونه دومین کاری که روح القدس میکنه اینه که در کار بشارت به شما هدایت و حکمت لازم رو عطا میکنه تا بشارت های شما مؤثر واقع بشه معمولا در قسمت خدمت بشارت ما با سوالاتی روبرو هستیم که نمیدونیم باید چیکار کار کنیم مثلا نمیدونیم کجا بریم چی باید بگیم چطور باید بگیم چه مقدار باید بگیم چگونه باید بشارت رو شروع کنیم؟ چگونه نتیجه گیری کنیم؟ چه موقعی نباید بگیم؟ کی خاموش بمونیم؟ خب برای جواب همه این سوالات ما نسخه نداریم برای شما نسخه ما فقط یک چیز هست پر از روح القدس بشید روح القدس گام به گام شما را هدایت خواهد کرد عیسی مسیح فرمود روح القدس شما را به جمعی راستی هدایت میکند از امور آینده شما را باخبر می کند در یوحنا 16 و مزمور 32 8 خداوند وعده داده تو را حکمت خواهم آموخت تو را به رایی که باید بروی ارشاد خواهم نمود تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم نمود بله وعده های زیادی در مورد هدایت روح القدس در کتاب مقدس داریم و حتی عیسی مسیح فرمود در متا ده اگر شما را دستگیر کنند و در دادگاه ها ببرن حتی اون مقام نترسید و نیندیشید که چه بگویید یا چگونه بگویید زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد چون گوینده شما نیستید بلکه روح پدر من است که در شما ساکن هست در کتاب اعمال رسولان در پایان این صحبت من فقط میخوام اشاره بکنم که بارهای زیاد میبینیم که مردان خدا به وسیله روح القدس در کار بشارت هدایت شدند و ثمر خوب آوردند. فیلیپس مبشر که قبلا دربارش صحبت کردیم هدایت شد به وسیله روح القدس بره بیابان خاجسترهای هبشی را برای مسیح سید کنه. پتروس هدایت شد در پشت بام که بره خونه کورنلیوس کورنلیوس را برای مسیح سید کنه و خانوادش را و راه را برای بشارت بین امتها باز کنه. پولس و برنابا هدایت شدن به وسیله روح القدس روح القدس گفت این دو نفر را برای من جدا کنید تا برای کار خدمت من و بشارت بین امتها ها بروند همینطور پولس در هر جایی که میرفت روح خدا بهش میگفت اینجا برو اونجا نرو او را برای بشارت به آسیا من کرد و بعد رویایی دید که باید هدایت بشه بره به مکادونیه یا اروپا برای خدمت بشارت او خودش میگه روح القدس مرا بسته داره میبره و من تابع و مطیع روح هستم هرچند از زندان ها و جفا عبور کنم بنابراین این برادر خواهر عزیز من اگر هدایت میخواهید قدرت میخواهید عشق و محبت میخواهید توانایی لازم را میخواهید پیروزی و آزادی میخواهید پر از روح القدس بشید چون خداوند در کنار کلام نیرومند خودش قدرت روح القدس را هم به ما عطا کرده که شما با این دو سلاح مهم یعنی پری کلام خدا و پری روح خدا یک مبشر قوی و مؤثر و درجه یک برای جلال نام مسیح در بین ایرانیان عزیز باشید. خداوند شما را برکت بده دعا و آرزوی من برای شما این است که برای موفقیت در زندگی مسیحیتون از کلام خدا و از روح خدا پر باشید زندگی شما تحت کنترل خدا باشه خدا برکت بده برد تشکر خدا امروز